سلام، خوش اومدین به تازه ترین شماره از روزنامه سرخابی. امشب هم مثل گذشته خبرهای مهم روز رو کنار هم مرور میکنیم. پایان انتظارات، بازگشت روح فوتبال به خونه. مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال در نخستین جلسه هیئت مدیره جمعیت حامیان فوتبال یه خبر امیدوار کننده برای طرفداران این رشته پرطرفدار ورزشی داشت. نبی در خصوص حضور تماشاگران در استادیوم ها با اشاره به مسئولیت خودش در امر مبارزه با کرونا در فدراسیون اظهار داشت. مطابق نظر فدراسیون فوتبال و همچنین به دنبال مطالبات مردم و برخی باشگاه در تلاش هستیم با توجه به ظرفیت و امکانات موجود و بر اساس مکاتبات و پیگیری های به عمل اومده برای حضور حداقلی تماشاگران با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در استادیوم ها موافقت های لازم را از مراجع زیرفت اخذ کنیم. در صورت به وجود اومدن این امکان ابتدا در ورزشگاه آزادی و در صورت تثبیت در سایر ورزشگاه‌های کشور هم این امر اجرا میشه. بدین ترتیب بعد از ماه‌ها انتظار هواداران ایرانی برای برگشتن به ورزشگاه‌ها، به نظر میرسه این انتظار بالاخره به پایان خودش نزدیک شده و باید با حضور تماشاگران در استادیوم‌ها شاهد برگشت روح فوتبال به دیدارهای سرد بدون تماشاچی باشیم. لایک جنجالی گلر پرسپولیس رادوشوویچ که بعد از جدایی علیرضا بیرانوند در روزهای پایانی فصل گذشته به شماره 1 پرسپولیس تبدیل شده بود، نتونست از فرصت طلایی خودش بهره ببره و با نمایش ناامیدکننده‌اش باعث شد تا برخلاف تصورات به هیچ عنوان به عنوان دروازه‌بان قابل اتکا بعد از جدایی بیرانوند قادر به ارزندام نشه. حالا و بعد از عدم دریافت مطالبات، عدم مرخصی یحیی به اون برای سفر به کشورش در ایام کریسمس و همچنین نیمکت نشینیش در پرسپولیس، به نظر میرسه رادو هم در مسیر میلیچ هموطن خودش در باشگاه رقیب قرار گرفته و بعد از جدایی مدافع چپ ملی پوش استقلال، این بازیکن سرخپوش هم احتمالاً در تصمیمی جنجالی به صورت ناگهانی در مسیر جدایی از پرسپولیس قدم گذاشته. او امروز در اقدام جنجالساز خبری که در همین خصوص در یکی از صفحات اینستاگرامی منتشر شده بود رو لایک کرد تا به شایعه جداییش از جمع سرخاب قوت ببخشه. پیروزی طلایی پوشان با درخشش شهبازداده در یکی از بازی‌های هفته 11 ام لیگ برتر، تیم‌های سپاهان و پیکان از ساعت 15 در اصفهان به مسافه هم رفتند. این دو تیم که تا قبل از مسابقه امروز در جدول رده‌بندی هم امتیاز بودند، یه بازی حساس و نزدیک رو در ورزشگاه نقش جهان به نمایش گذاشتند که در نهایت سپاهانی‌ها موفق شدند با درخشش سجاد شهبازداده با یک گل و یک پاس گل خودروسازان تهرانی رو شکست بدن و با 19 امتیاز در رتبه سوم جدول باقی بمونند. پیکان هم با همون 16 امتیاز کماکان پنجمه. شهبازاده به منچا رسید. سجاد شهبازاده که در این فصل از لیگ برتر یکی از بهترین فصول خودش رو تجربه میکنه، در جدول حساس با پیکان هم درخشید و ضمن دادن یک پاس گل موفق به زدن گل هم شد تا از غفلت منچا که موفق نشد در این هفته گلزنی کنه نهایت بهره رو ببره و با 9 گل زده در کنار مهاجم نیجریه گلگهر در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار بگیره. جدال قرنشینان بدون برنده. در چارچوب یکی از بازی‌های موفقه از هفته 9 لیگ برتر، نساجی در قائمشهر اما شیرسازی پذیرایی کرد. جدالی که با تساوی دو تیم قرنشین لیگ خاتمه یافت. نتیجه که مطمئناً برای هیچ کدوم از این دو تیم نتیجه خوشایند و راضی کننده نبود. گل نساجی رو کماندانی به ثمر رسوند و زارعی هم برای سبزپوشان تبریزی گلزنی کرد. با این نتیجه نساجی با 9 امتیاز در رده 14 قرار گرفت و ماشین سازی هم با تنها 4 امتیاز همچنان قرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر باقی موند. صبر قائم شهری ها به سر رسید. فازری اخراج شد. بعد از پایان دیدار نساجی مقابل ماشین سازی که با تساوی 1-1 خاتمه یافت، وحید فازری سرمربی تیم فوتبال نساجی به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمتش برکنار شد. این در حالیه که باشگاه نساجی هنوز این خبر را به صورت رسمی تایید نکرده، اما ابلاغ حکم اخراج به فازلی و خداحافظی اون در رختکن نشون میده که طرفین از امروز با یکدیگه همکاری نخواهند داشت. فازلی سومین سرمربیه که تا این لحظه در لیگ 20 از کار برکنار شده. پیش از اون وحید بیاتور و علیرضا منصوریان به سرنوشت مشابهی دچار شده بودند. رحمان گرفتار در باتلاق ناکامی. در چارچوب رقابت‌های هفته 11 لیگ برتر، تیم‌های سایپا و زوبا هم به مسافه هم رفتند که این بازی با نتیجه 2-1 به سود سایپا به پایان رسید. فریبرز گرامی ابتدا برای سایپا گلزنی کرد و در ادامه در دقیقه 88 وحید محمدزاده موفق شد بازی رو به تساوی بکشونه، اما در دقیقه 94 سایپا گل برتری رو به ثمر رسوند. با این نتیجه سایپا 13 امتیازی شد و به رتبه 9 صعود کرد و زوباهن هم با همون 7 امتیاز در رتبه 15 جدول باقی موند تا رحمان رضایی همچنان در باتلاق ناکامی گرفتار بمونه. تساوی خطیبی و قلعه‌نویی در هوای سرد. تیم‌های آلومینیوم و گلگهر در چارچوب هفته 11 لیگ برتر در هوای سرد عراق به مسافه هم رفتند و در پایان به تساوی بدون گل رضایت دادند.
بدین ترتیب این هفته به سومین هفته متوالی تبدیل شد که شاگردان امیر قلعه‌نویی موفق به کسب پیروزی نشدند تا با 15 امتیاز در رتبه 6 جدول قرار بگیرند. اراکی‌ها هم با این تساوی خونگی با 12 امتیاز و 1 پله صعود در جدول 11 شدند. مهاجمان گلزن سرخابی زیر ذره‌بین اسکوچیچ، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نظر داره تا بعد از درخشش دو مهاجم جوان سرخابی پای اونها رو به تیم ملی هم باز کنه. مهدی عبدی مهاجم جوان پرسپولیس هم که در آسیا بسیار آماده نشون داد و در دربی هم موفق به گلزنی مقابل استقلال شد، حالا در آستانه پوشیدن پیراهن تیم ملی قرار داره. از طرف دیگه هم شنیده میشه ارسلان مطهری در صورت ادامه روند مثبت خودش شانس دعوت به اردوی تیم ملی رو داره. پایان داستان رسول پناه در پرسپولیس. 3 روز پس از اینکه یحیی گل محمدی در نشست خبری زربان عجلی 48 ساعته برای کنار گذاشتن مهدی رسول پناه از هیئت مدیره را تعیین کرد، شواهد حاکی از اینه که اون به مقصود خودش خواهد رسید. منابع موثق از این خبر میدن که اعضای هیئت مدیره پیش از این قصد کنار گذاشتن رسول پناه رو داشتن و خود اون هم با وجود علاقه به حضور در پرسپولیس توان مقاومت مقابل این خواسته رو نداشته، اما مصاحبه گل محمدی سبب شد تا پروژه کنار گذاشتن رسول پناه وارد فاز متفاوتی بشه. اکنون شرایط به گونه ایه که به نظر میرسه ماجرای حضور رسول پناه در باشگاه پرسپولیس به صفحه آخر خودش رسیده و احتمالاً اون به زودی از ساختمان مدیریت سرخ‌ها کنار خواهد رفت. ترکش‌های انتقاد از رسول پناه به رغبتی هم رسید. برخلاف انتظارات، انتقادات از رسول پناه تأثیر عمیق در مسیر خروج اون از پرسپولیس داشته و حتی دامن اعضای هیئت مدیره باشگاه رو هم گرفته. علی رغبتی یکی از اعضای هیئت مدیره سرخ‌های تهرانی بعد از حواشی چند روز اخیر باشگاه از ادامه حضور در هیئت مدیره پرسپولیس انصراف داد. او برای جدایی از پرسپولیس حالا منتظر تایید استعفای خودش توسط وزارت ورزشه. کار برانکو و پرسپولیس به دادگاه میکشه. داریو بوشیچ وکیل برانکو ایوانکوویچ و دستیارانش با ارسال نامه رسمی به پرسپولیس از این باشگاه خواست تا هر چه زودتر مالیات قرارداد موکلانش رو پرداخت کنه و تسویه حساب مالیاتی برای سالهای 2015 تا 2018 رو برای اون ارسال کنه. در این نامه تاکید شده که اگر این موضوع در دستور کار باشگاه پرسپولیس قرار نگیره، وکیل برانکو موضوع رو با طرح شکایت از طریق AFC پیگیری خواهد کرد. ستاره های پرسپولیس در جمع برترین های آسیا با پایان مهلت شرکت در نظرسنجی سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب بهترین مدافعان لیگ قهرمانان آسیای 2020، دو مدافع پرسپولیس در میان برترین ها قرار گرفتند. در بخش بهترین مدافع وسط، محمد حسین کنعانی زادگان با کسب 79.51% آرا بهترین مدافع وسط لیگ قهرمانان آسیا لقب گرفت. در بخش بهترین مدافع چپ هم سعید آقایی از پرسپولیس با 65.23% رأی مخاطبان سایت AFC بالاتر از تیراتون بونماتان از یوکو هامامارینوس قرار گرفت و بهترین مدافع چپ لیگ قهرمانان آسیا شد. اعلام زمان برگزاری فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا. بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا 2021 به صورت متمرکز و با انجام 6 بازی برای هر تیم در یک کشور برگزار خواهد شد. سلطان آل‌علی خبرنگار اماراتی در این ارتباط خبر داد که مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب از 14 تا 13 اپریل یعنی از 25 فروردین تا 10 اردیبهشت 1400 برگزار میشه. مسابقات منطقه شرق هم از 21 اپریل تا 7 می یعنی از 1 تا 17 اردیبهشت 1400 مطابق برنامه تنظیمی انجام خواهد شد. فردا شب هم مثل امشب دوباره میتونید همین ساعت همراه ما باشید.